بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ عرض سلام دارم خدمت یکایک شما شاگردای عزیز و گرامی. آرزومند هستم که از نعمت عافیت و سلامتی برخوردار باشین. خوشحال هستیم که با یک درس جدید بیولوژی از صنف 11 با شما شاگردای عزیز هستیم. در درس قبلی شاگردای عزیز صحبت ما در مورد مراحل تقسیمات حجروی بود و مرحله میتوز برای شما تشریح کردیم و بعدش هم مرحله سایتوکینسیس و این مراحل به اتمام رسید. حالا وارد یک بحث جدید میشیم از تقسیمات حجروی که یک نوع جدید از تقسیمات حجروی هست که عبارت باشه از میوسز یا تقسیم حجرات جنسی. میوسز شاید عزیز یک تقسیم خاص هست که حالا برای شما مشخصاتش میگیم. خود کلمه میوسز به معنی کم شدن هست و معنای کم یا کم شدن نمیده. پس میوسز به معنای چی است؟ کم شدن. به همون خاطر در کتابا این تقسیم را تقسیم تنقیسی هم میگن. یعنی در اینجا چرا کم شدن هست؟ به خاطر از اینکه تعداد کروموزوم ها در این تقسیم کم بشه. یعنی حجرات دختری که به وجود آمدن تعداد کروموزوم هایشان کمتر از حجره مادری هست. از این نامش تقسیم میوسز ماندن. خب بیایم به سراغی که مشخصات این تقسیم چی هست. به این عرض کردیم جهتی که این تقسیم را تقسیم کاهشی یا تقسیم تنقیسی میگن یا عملی کم شدن یا انجام بشه این است که تعداد کروموزوم های دختری کمتر از مادری هست. و در اینجا پس چند نکته رو باید نوشته بکنیم. اول اینکه تعداد کروموزوم ها در حجره دختری کمتر می شود. این یک نکته. مسئله دیگه این شاگرد عزیز که تقسیم میوز تقسیم هست که فقط و فقط در اعضای جنسی انجام میشه و باعث تولید حجرات جنسی میشه. پس تقسیم هست که نام دیگهش تقسیم تولید حجرات جنسی هست. حجرات جنسی همون حجرات هستن که در عملیه القاح سهم میگیرن و باعث ایجاد شدن زایگوت میشن که همون حجره اولیه یک موجود زنده جدید باشه. خب این هم تقسیم شاید عزیز در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنن فقط رخ میده. پس تقسیم میوسس میگیم که فقط در موجودات زنده که با روش زوجی تکثر میکنند رخ میدهد. موجودات زندهی که از طریق تولید مثل جنسی یا زوجی تکثر میکنن در اینها رخ میده. خب این مسئله دیگه ای که این تقسیم در اعضای جنسی یا گونادها صورت میگیره. خود انجام عملی تقسیم شاید عزیز در همه نقاط بدن صورت نمیگیره. تقسیم میوسس فقط و فقط در گونادها یا اعضای جنسی فقط رخ میده. فقط در اعضای جنسی یا اصطلاحاً گونادها صورت میگیره. پس تقسیم میوسس در تمام اعضای بدن نیست، فقط و فقط در اعضای جنسی صورت میگیره که عبارت باشه از تخمدانها و خصیه‌ها در جنس مذکر و مؤنث. خب در نتیجه انجام تقسیم میوسس شاید عزیز حجرات جنسی یا گمت ها موجود میاد. دقت بکنید این ویژگی مهمه هست که باید بدانیم. در نتیجه تقسیم میوسس چی ایجاد میشه؟ گمت ها یا حجرات جنسی ایجاد می‌گردد. خب ببینین گمت یک حجره خاصی هست. گمت یعنی یک حجره جنسی که تعداد کروموزوم‌هایش نصف هست.
یعنی در انسان به جایی که 46 عدد باشه 23 عدد هست. و دو اصطلاح هپلوید و دیپلوید برای شما داشته خواهد کردیم که اینها حجرات هپلوید هستند، حجرات گمت ها که حجرات جنسی هستند و در نتیجه تقسیم میوسز ایجاد شدن، اینها حجراتی هستند شاید عزیز که تعداد کروموزوم هایشان 23 عدد هست، یعنی یک سیت دارن به جای دو سیت، یک سیت دارن که در جای خودش تجربه بیشتر برای شما خواهد دادیم. در توسط تقسیم میوسز در نباتات اسپور تولید میشه، این هم نکته مهم است که باید بدانیم. پس نشان میکنیم در نباتات در اثر تقسیم میوسز چی ایجاد میشه؟ سپورها ایجاد میشه. سپورها ایجاد میشه که خب خانواده جدایی داریم که سپرماتوفایت ها هستن و اونها از طریق ساختن سپورها تکثر میکنن که سپورها همو گمت های نباتی هستن یا حجرات جنسی نباتی هستن. تا یه عملی میوسز از یک حجره مادری 4 حجره دختری ایجاد میشه که اگه یادتون باشه ما در تقسیم میتوز گفته بودیم که از یک حجره دختری 2 حجره مادر، از یک حجره مادری 2 حجره دختری ایجاد میشه. اما در انقسام میوسز که در اعضای جنسی رخ میده، از یک حجره مادری 4 حجره دختری ایجاد میشه. این ویژگی دیگه هست که در تقسیم میوس هست، از یک حجره مادری 4 حجره دختری ایجاد می شود. خب اینها ویژگی های اساسی و مهم است که شما باید بدانید در رابطه با تقسیم میوسس که بر شما یادداشت کردیم. حجرات جدید از نظر تعداد کروموزوم ها گفتیم، حجرات 4 حجره دختری جدید که ایجاد شدن از نظر تعداد کروموزوم ها نصف کروموزوم های مادری رو دارن، یعنی حجره مادری 46 کروموزوم داشته ولی اینها 23 عدد کروموزوم را خواهند داشت. به همین خاطر هم گفتیم نام این تقسیم تقسیم تنقیسی میگن که تعداد کروموزوم ها درش کم شده میره و در این که حالا بهتر است که نرپا کنیم برای شما و مشخصات دیگه شما یادداشت بکنیم تا معلوم بشه که ویژگی های اصلی در تقسیم میوسس کدام ویژگی ها هست. این را انشالله یادداشت کردیم، بیم به سراغ سایر ویژگی ها. خب دقت بکن شاید عزیز، در این تقسیم حجرات تولید شده ان کروموزومی هستن. حجرات تولید شده ان کروموزومی هستن. اینم ان کروموزومی شده عزیز، منظور ما از ان کروموزومی این هست که کروموزوم های اینها به جایی که 46 عدد باشه یعنی 2 ان باشه، ان هست، یعنی یک سیت را فقط اینا دارا هستن که تمام حجرات تولید شده که همو گمت ها باشن ان کروموزومی هستن. داخل قوس نشون میکنیم یک سیت کروموزوم فقط دارن، یک سیت کروموزوم فقط دارن که اصطلاحا شاید عزیز این حجرات ان کروموزومی و دارای یک سیت را اینها را میگیم حجرات هپلوید. یک اصطلاح هست که شما باید یاد بگیرین. اینها حجرات چی هستن؟ هپلوید هستن. فارسی هم نشته کنیم، اصطلاحا هپلوید میگیم. حجرات هپلوید حجرات هستن که یک سیت کروموزوم دارن و این کروموزومی هستن که اینا هم حجرات تولید شده یا گمت ها هستن که در اثر انقسام میوسس ایجاد شدن. در حالی که میدانین این حجرات تولید شده که این کروموزومی هستن و یک سیت دارن و هپلوید نامشان هم ماندیم، اینها وقتی که تولید شدن یک گمت مذکر با یک گمت مؤنث وقتی با هم القا شدن، عمل فرتیلیزیشن انجام دادن، زایگوت رو ایجاد میکنن که این زایگوت چیه شورد عزیز؟ 2n هست. پس اینجا در جمله دیگه نشون میکنیم حجرات n کروموزومی ما
مذکر و مؤنث. منظور ما همون گمت های مذکر و مؤنث هستن. اینا پس از القاح چی ایجاد میکنن؟ حجره زایگوت رو ایجاد میکنن. زایگوت باعث ایجاد حجره زایگوت میشن که زایگوت شده عزیز. حالا زایگوت مشخصات چه اینجا نشته میکنیم؟ زایگوت یک حجره دقت بکنین دو ان کروموزومی است. حجره زایگوت چرا دو ان کروموزومی شد؟ به خاطر از اینکه یک سیت کروموزوم های جنسی مؤنث بود، کروموزوم جنسی مؤنث، و یک سیت هم از کروموزوم جنسی مذکر بود. اینها وقت دو ان با هم جمع شدن یعنی دو سیت را دارن، دو سیت 23 عددی را دارن که مجموعش میشه 46 عدد کروموزوم، و اینها را اصطلاحا میگیم مجرات دیپلوید. حجرات دیپلوید که دارای دو سیت هستن، دارای دو سیت کروموزوم هستن. این ویژگی ها را دارن که شما باید در نظر داشته باشین. خب پس این شد از حجرات جنسی که در گونات ها در اثر تقسیم میوسیس ایجاد میشن، و این حجرات که در اثر تقسیم میتوز ایجاد شدن گفتیم نامشان گمت هست، و ویژگی دیگه‌شان این است که گمت ها همیشه ان کروموزومی هستن، به معنای این که یک سیت کروموزوم را دارن، یک سیت یعنی 23 عدد، و نامی که برای اینا انتخاب شده هپلوید هستن، یعنی یک سیتی دارای یک سیت هستن. دیپلوید یعنی دارای دو سیت، کمبود با علامت دو ان و یک ان نشون. چه زمان حجرات ما دو ان میشه؟ زمانی که حجرات جنسی مذکر که ان کروموزومی هستن با حجرات جنسی مؤنث که اونها هم ان کروموزومی هستن، اینها با هم در اثر عملی فرتیلیزیشن یا القاح یک جای میشن، نتیجهش میشه حجرات به نام زایگوت که زایگوت ها همیشه دو ان کروموزومی هستن، یعنی دیپلوئید هستن و دارای 46 عدد کروموزوم میباشن، که البته این در که میگیم فقط در انسان است، چون عدد کروموزومی در حیوانات مختلف فرق داره. در انسان عدد کروموزومی 46 هست در یک حجره زایگوت و حجرات جسمی، اما در حجرات جنسی 23 هست، یعنی نصف کروموزوم ها را دارا می باشن. عملی میوزس یادتون باشه که شامل دو مرحله هست و این خیلی مهم است. پس ما در میوزس دو میوزس داریم، میوزس شامل دو مرحله میوسس یک و میوسس دو هست. پس دو مرحله داره خود میوسس که باید در نظر داشته باشین. ما در هر مرحله باز مثلا میوسس یک خود شامل پروفیز، متافیز، آنافیز و تلوفیز هست، و بعد میوسس دوم هست که شامل پروفیز، متافیز، آنافیز و تلوفیز هست، و بعد همه اون مراحل باید تشریح شود که شما بفهمین در مجموع میوسس چگونه انجام میشه. خب ما انشاءالله در درس آینده برای شما شایده عزیز در مورد این که میوسیس یک و میوسیس دو چگونه انجام میشن و این مراحل شامل کدام جزئیات هست برای شما تشریح خواهد کردیم. بیم به سراغ این که ما در مجموع امروز چی گفتیم. خلاصه درس امروز ما شایده عزیز تشریح یک تقسیم مهم دیگه هست که گفتیم تقسیم جدید نامش تقسیم میوسیس هست، و تقسیم میوسیس یک تقسیم خاصی هست که نام دیگهش کاهشی یا تقسیم کم شدن هست، به خاطر از اینکه در تقسیم میوسیس تعداد کروموزوم ها نصف میشن در حجرات دختری. و گفتیم که در تقسیم میوسیس در نظر داشته باشین که این نوع تقسیم فقط در موجوداتی که از روش زوجی یا جنسی برای تکثر استفاده میکنن رخ میده. تقسیمات میوسیس فقط و فقط در گونادها یا اعضای جنسی انجام میشه و در هیچ جای دیگه بدن این تقسیمات صورت نمیگیره، یعنی در تخمدانها در جنس مؤنث و در جنس مذکر در خصیه ها انجام میشه. و گفتیم که در اثر تقسیم یک تقسیم میوسیس از یک حجره مادری چهار حجره دختری حاصل میشه. حجرات دختری شبیه مادر نیستن،
به لحاظ تعداد کروموزوم‌ها نصف کروموزوم‌های مادری رو دارن که اصطلاحاً اونا رو N کروموزومی میگیم. حجره مادری 2N کروموزومی و حجره دختری N کروموزومی یا دیپلوید و هپلوید، اصطلاحاتی که برای شما در درس امروز تشریح کردیم. و اما اینکه جزئیات و گفتیم که میوسس تقسیمات شامل دو مرحله میوز 1 و میوز 2 هست، بنابراین باید ببینیم که در هر مرحله چه اتفاقایی میفته که در درس جدید برای شما در رابطه با جزئیات میوز 1 و میوز 2 تشریح خواهد کردیم. اما سوالات کار خانگی، سوال اول، میوسس در کجا انجام می شود؟ سوال دوم، تعداد حجرات دختری در تقسیم میوسس چند عدد است؟ سوال سوم، منظور از گمت و زایگوت چیست؟ خب سه سوال بسیار عمده از متن درس شما که انشاءالله به این سوالات پاسخ بدین و در کتابچه کارخانگی بیولوژی خودتان حتما یادداشت بکنید. با پایان درس امروز رسیدیم. از توجهتان تشکر میکنم. تا درس جدید و دیدار آینده، خداحافظ.